هموطنان عزیز، ایرانیانی که برای آزادی ایران بیتاب هستید، اشرف نشانها و یاران مقاومت، به شما که در این لحظه صدای یک ملت ستم دیده تحت سرکوب و غارت شده اما به پا خواسته هستید درود میفرستم. همچنین به شخصیت‌ها و دوستان و حامیان دیرین مقاومت مردم ایران و مدافعان حقوق بشر که از کشورهای مختلف اروپایی و عربی در کنار شما حضور دارند به همگی درود می‌فرستم. در آستانه 30 خرداد، سرفصل مقاومت تاریخی برای آزادی و دستیابی به حاکمیت مردم در برابر حاکمیت و سلطنت مطلقه آخوندی، روز شهیدان و زندانیان سیاسی و سالروز تأسیس ارتش آزادی بخش ملی، اجتماع امروز شما شعله های فروزان امید است، تجسم شرف و وجدان ملی است و پرچم زنده و پر افتخاری است که مظهر پایداری در برابر یک رژیم صفاک و ارتجاعی است و هم مظهر آینده پرشکوهی که به سوی آن در حرکت هستیم. آزادی به دست نمی آید مگر آنکه صفی از زنان و مردان از خود گذشته با عزم استوار و بدون چشم داشت به هر گونه منفعت شخصی پای آن بایستند و مقاومت کنند. درود بر زنان و مردان شجاعی که در کانونهای شورشی و شوراهای مردمی مقاومت این صف را در سراسر ایران تشکیل دادند و افتخار بر شما که این صف را در قلب اروپا و در مقابل اتحادی اروپا در بروکسل امتداد داده اید. هموطنان عزیز، رژیم پوسیده ولایت فقیه در محاصره یک جامعه به شدت معترض و به سطوح آمده است. کار به آنجا رسیده که مانند اواخر رژیم شاه، نمایندگان مجلس ارتجاع پشت سر هم در مجلس همین رژیم زنگ خطر را به صدا در می آورند و نسبت به فاجعه‌ای که در تقدیر رژیم شاه است هشدار می دهند. بی تعارف به رئیس جمهور همین رژیم می گویند اگر راست می گویی فقط یک ماه در خورد و خوراک مثل مردم زندگی کن تا ببینیم می توانی دوام بیاوری؟ آخوند روحانی و وزرایش هم می گویند که در 40 سال گذشته اوضاع هیچگاه به این وخامت نبوده است. در رأس حکومت عمام سفید تقصیرات را به گردن عمام سیاه می اندازد و از او اختیارات بیشتر طلب می کند. پاسخ عمام سیاه ولایت همین است که زمینه را برای دولت تک پایه حزب اللهی آماده کنید. اما برای مردم ایران عمام سیاه و عمام سفید فرقی ندارد و سرنگونی تمامیت رژیم را می‌خواهند و فریاد می‌کشند که دشمن ما همین جاست. حال اگر کسی می‌تواند چه خوب رفتار فاشیسم دینی و ولایت فقیه را تغییر بدهد، به شرط اینکه حقوق بشر و حق حاکمیت مردم ایران قربانی نشود. بله، در این صورت ما بقایت استقبال می‌کنیم و می‌گوییم هر اندازه که می‌توانید رفتار این رژیم را تغییر بدهید. هموطنان عزیز، قطبندی بین رژیم و ضد رژیم هر قدر به پایان این رژیم نزدیک می شویم برجسته تر می شود. محافل طرفدار همین رژیم و کسانی که در ادامه همین رژیم منفعت دارند به بهانه نگرانی از وقوع جنگ، امتیاز دادن به رژیم و استمالت از قاتلان حاکم بر ایران را تبلیغ می کنند. به قول مسعود، دلواپسان نظام همیشه بر سر بزنگاه‌ها ما را از خطر جنگ پرهیز می‌دهند، در حالی که تهدید آمریکا و جامعه بین‌المللی در رابطه با
رژیم آخوندها نه جنگ است. و بنابر 4 دهه تجربه، تهدید باز هم کوتاه آمدن و نکوبیدن سر مار به سنگ است. ایران بدون این آزاد نمی شود، یعنی بدون سرنگونی رژیم که تنها وظیفه مردم و مقاومت ایران است. بنابراین حق مردم ایران برای مقاومت و سرنگونی باید به رسمیت شناخته شود. راه کار رژیم برای حفظ خودش در بحران مرگبار سرنگونی، شیطان سازی از مجاهدین و مقاومت ایران به عنوان خطر اصلیه که به تروریسم راه میبره. با شیطان سازی باید میز رو طوری چید تا نتیجه گرفت که همین رژیم بهتره و مردم ایران سزاوار همین رژیم هستند. پس باید به همین رژیم تن بدهند و بسوزند و بسازند. توطئه‌های تروریستی در کشورهای اروپایی و بمبگذاری رژیم در آلبانی و فرانسه، همچنین دستگیری مزدوران و اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم و اخراج 4 دیپلمات تروریست دیگه در 1 سال گذشته، اثبات مجدد افشاگری های مکرر مقاومت ایران بود که سفارتخانه های رژیم در اروپا مراکز طراحی و اجرای توطئه های جنایتکارانه است. بنابراین ما خواستار محاکمه هرچه سریع‌تره دیپلمات تروریست دستگیر شده در بلژیک هستیم. این حق پناهندگان ایرانی است که از جزئیات توطئه‌های تروریستی آخوندها در خارج کشور مطلع باشند و این لازمه ممانعت از تکرار چنین حوادثی است. اتحادیه اروپا را فرا می‌خوانیم که دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران را مورد تحریم‌های همه جانبه قرار دهد و سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد. مزدوران بایستی محاکمه و مجازات و اخراج شوند. سران رژیم باید در دادگاه بین المللی پاسخگوی جنایت‌هایشان در حق مردم ایران، به ویژه قتل عام زندانیان سیاسی باشند. یاران شورشگر و اشرف نشان، اوضاع حساس کنونی و تضعیف فزاینده حکومت آخوندی مسئولیت سنگینی متوجه یکایک ما می‌کند. بی‌تردید رژیم حاکم در برابر مقاومت و قیام ملت ما و ارتش بزرگ آزادی دوام نمی آورد. سلام بر آزادی، درود بر همه شما و درود بر مجاهد کبیر رضا رضایی در سال روز شهادتش در دیکتاتوری دست نشانده سلطنتی در 25 خرداد 1352.